سرخط خبرها. آخرین تقلای وزرای دولت بریتانیا برای تصویب برگزیت. پیامی که نصف مخابره شد، ماهواره ایرانی به مدار زمین نرسید. دستگیری عضو ارشد طالبان به دست پاکستان، مقام‌های آگاه می‌گویند هدف امتیاز گرفتن در خلال مذاکرات است. و تلفیق لذت پرواز و سلامتی، بانجی فیتنس محدودیت سنی ندارد. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری سه‌شنبه 25 دی 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. پارلمان بریتانیا امروز درباره توافق خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی‌گیری می‌کند. رأی‌گیری مهمی که نه تنها برای سرنوشت سیاسی ترزا می، نخست وزیر، و اقتصاد بریتانیا مهم است، بلکه چشم‌های زیادی در سراسر جهان هم به آن دوخته شده. هرچند تقریبا قطعی است که توافق کنونی رأی نمی‌آورد، اما واکنش خانم می به آن و گام‌های بعدی او می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. شمارش معکوس برای آنچه شاید مهمترین رأی‌گیری در تاریخ معاصر مجلس بریتانیا باشد. تا چند ساعت دیگر نمایندگان باید نظرشان را درباره توافقنامه برگزیت اعلام کنند. توافقنامه‌ای که ترزا می پس از یک سال و نیم مذاکره با اتحادیه اروپا به دست آورده. اعضای دولت اصرار دارند که نمایندگان باید برای احترام به نتیجه همه پرسی این توافقنامه را تصویب کنند. این فرصتیه تا مردم رو ناامید نکنیم و برگزیت رو طوری اجرا کنیم که منافع همه بریتانیایی ها حفظ بشه. مخالفان پرشمار توافقنامه از جمله حزب کارگر نه تنها از رد توافقنامه مطمئنند، بلکه میگویند وقت تنگ است و دولت باید بلافاصله اعلام کند چه میخواهد بکند. فکر میکنم رأی نمیاره، اما باید صبر کرد و دید. توافق خوبی نیست و پنج هفته پیش هم نخست وزیر گفته بود بخشهایش رو تغییر میده، اما نتونسته چنین کاری کنه. برای همین شکست میخوره. من فکر میکنم امروز عصر نخست وزیر باید در پارلمان درباره جایگزین این توافقنامه صحبت کنه. حرف از اینه که باید در 6-7 روز آینده چنین کاری کنه. اما به نظر من باید امروز این کار رو بکنه. باید محکم بیسته و برنامه‌اش رو اعلام کنه. او دو راه داره. یا باید یک بار دیگه بگه که این بهترین توافقه، یا بپذیره که این توافق خوبی نیست و لازمه که برنامه رو تغییر بده و پارلمان رو هم در تصمیم گیری دخالت بده. این دو انتخاب اساسی اوه. ترزا می در چند ساعت آینده باید تصمیمی کلیدی بگیرد. راهی که او انتخاب می کند نه فقط برای آینده خودش، دولتش و کشورش، که برای آینده اتحادیه اروپا و اقتصاد جهان هم مهم است. بهرنگ تاجین، خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا به ما پیوسته. بهرنگ، حال و هوای اونجا چطوره؟ رن، ممکنه الان صدای یه چیزی شبیه ناقوس رو همزمان با صدای من بشنوید. این خیابون‌های نزدیک مجلس پر از معترضا یا به هر حال کسانی که اینجا جمع شدن که نظرشون رو درباره این توافقنامه، درباره رأی‌گیری سرنوشت سازی که چند ساعت دیگه تو همین مجلس قراره انجام بشه اعلام بکنن. شما طرفداران اتحادیه اروپا رو می‌بینید که پرچم‌های اتحادیه اروپا رو در کنار پرچم‌های بریتانیا به دست گرفتن و اونا نه تنها با توافقنامه‌ای که الان مطرح مخالفن، که اصلا با خروج از اتحادیه اروپا مخالفن و فکر می‌کنن باید یک همه پرسی دیگه برگزار بشه چون دیدگاه‌ها و اکثریت مردم عوض شده. از اون طرف شما طرفداران خیلی جدی خروج از اتحادیه اروپا رو می‌بینید، طرفداران مثلا
حزب استقلال بریتانیا یوکیپ رو که پرچم حزب رو دست گرفتن و اونها هم معتقدن که این توافقنامه اون چیزی نیست که مردم بهش رأی داده بودن، هنوز بریتانیا رو بیش از حد به اتحادیه اروپا نگه می‌داره و اونها هم از یه طرف دیگه به همین خاطر با این توافقنامه مخالفن و هر دو طرف دارن تلاش می‌کنن که نماینده‌ها رو قانع بکنن. نکته جالب اینه که می‌بینید موافق و مخالف عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا با این توافقنامه مخالفن و به همین خاطر همین رو میشه در نظر نماینده ها هم دید و به همین خاطره که احتمالاً چند ساعت دیگه با یک شکست خیلی سنگین برای دولت بریتانیا در مجلس مواجه خواهیم بود، شکستی شاید با بیشتر از 100 رأی اختلاف که در تاریخ معاصر سیاسی بریتانیا حداقل بی سابقه است. متشکرم بهرنگ تاجین، خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا. به دنبال حمله افرادی به سفارت ایران در لاهه، سفیر هلند در تهران به وزارت خارجه احضار شده. در این جلسه رئیس اداره اول اروپای وزارت خارجه خواهان اقدام جدی دولت هلند در چارچوب تعهداتش برای تامین امنیت سفارت و دیپلمات‌های ایرانی در لاهه شده. چند روز پیش چند نفر با سردادن شعار و پرتاب سنگ قصد بالا رفتن از سفارت ایران را داشتند که پلیس هلند آنها را بازداشت کرد. دادستان کل ایران میگوید اسماعیل بخشی فعال کارگری شکنجه نشده و برای سرپوش گذاشتن بر جرائمش مسئله شکنجه را مطرح کرده. محمد جعفر منتظری توضیح نداده که جرائم آقای بخشی چه بوده. اسماعیل بخشی که در زمان اعتصاب کارگران هفت‌تپه در اهواز بازداشت شده بود، بعد از آزادی اعلام کرد که در زندان آنچنان شکنجه شده بود که تا 72 ساعت نمیتوانست تکان بخورد. دادستان تهران گفته که 3 نفر از متهمان پرونده گرانی کاغذ از ایران فرار کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی درباره پرونده معروف به سلطان کاغذ گفته که در ارتباط با این پرونده 14 نفر بازداشت شدند. آقای جعفری دولت‌آبادی گفته متهمان 2 سری هستند. یکی آنهایی که به جای واردات کاغذ ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروختند و دیگری کسانی که کاغذ را با ارز دولتی وارد می‌کردند و آن را به قیمت آزاد می‌فروختند. آقای جعفری دولت‌آبادی گفته که متهمان 150 میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند. ماهواره پرتاب شده توسط ایران به دلیل اشکال در مراحل پرتاب در مدار زمین قرار نگرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته این ماهواره که امروز صبح پرتاب شد با طی 2 مرحله موفق در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار قرار نگرفت. پیشتر آمریکا پرتاب موشک‌های ماهواره بر از سوی ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانسته بود. شیار گل گزارش می‌دهد. بامداد امروز لحظه پرتاب موشک ماهواره سیمرغ در استان سمنان برای ایران پیشرفتی بزرگ و افتخاری ملی، اما آمریکا آن را ناقض تعهدات ایران و نقض قطعنامه شورای امنیت می‌داند. بر روی بالهای پرتوان موشک ماهواره بر سیمرغ به دلیل نقض مراحل پرتاب نتوانست در مدار زمین قرار گیرد. امروز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتی ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران مراحلی از پرتاب موشک ماهواره بر را موفقیت‌آمیز خواند. ماهواره بر دو فاز اول خودش رو با موفقیت طی کرد، ماهواره رو تونست در مدار قرار بده، اما خب متاسفانه در لحظه قرار گرفتن ماهواره در مدار و جدا شدن ماهواره از ماهواره بر در ارتفاع 500 کیلومتری سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر به سرعت لازم نرسیده بود. متاسفانه در فاز آخر ماهواره موفق در مدار قرار نگرفت. عجب. دانشگاه امیرکبیر حدود 10 سال پیش ساخت ماهواره پیام را شروع کرد. حسن روحانی 2 سال پیش در روز فناوری فضایی از این ماهواره رونمایی کرد. جمهوری اسلامی ایران بررسی پوشش گیاهی، بهبود امکانات نظارت بر گرد و غبار، آتش سوزی اراضی کشاورزی و عکس برداری از زمین را از جمله اهداف پرتاب ماهواره عنوان کرده. اما امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم معارفه رئیس جدید ستاد ارتش این کشور در تل‌آویو گفت ایران دروغ میگوید. هدف از پرتاب ماهواره آزمایش موشک بالستیک بود.
ادعای قرار دادن ماهواره در مدار زمین بخش ظاهری و ساده لوحانه این اقدام ایران بوده، بلکه هدف واقعی تهران بهبود توان شلیک موشک بین قاره است. ماه پیش وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در مورد پرتاب موشک‌های بالستیک و فضایی به تهران هشدار داد و آن را مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. سرعت تولید و آزمایش فعالیت‌های موشکی ایران بعد از توافقنامه برجام کند نشده. برعکس، آزمایش‌های موشکی ایران بیشتر شده. ایران امروز دارای بزرگترین موشک‌های بالستیک در خاورمیانه است. ده سال پیش در سیومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران توانست ماهواره مخابراتی را در مدار زمین قرار دهد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران وعده داده که در آینده نزدیک ماهواره دیگری به نام دوستی به مدار زمین پرتاب خواهد شد. ژیارگل، بی بی سی. نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک و مشاور پیشین فرماندهی مرکز آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای اسکویی، این که ایران میگه که رد شدن از مرحله اول و دوم در نوع خودش موفقیته، آیا از دید شما درسته؟ این که اصلا دو مرحله انجام شده چقدر موفقیت بزرگیه برای ایران؟ به هر حال هر نوع اقدامی که ایران بخواد بکنه که ماهواره‌ای رو در مدار زمین بگذاره بسیار مهمه برای این کشور و باعث افتخارش هم هست که به کشورهایی پیوسته که میتونه ماهواره را در مدار زمین بذاره و طبیعتاً ایران این حق رو داره. اشکالی که امروز روبرو هستیم باهاش اون نیست. اشکالی که باهاش روبرو هستیم اینه که متاسفانه موشک‌هایی که برای قرار دادن ماهواره در مدار زمین قرار میگیرن همون تکنولوژی رو استفاده میکنن که موشک‌های بالستیکی قاره‌پیمایی که قابلیت حمل کلاهک اتمی رو داشته باشن. یعنی موشکی که بتونه ماهواره رو در مدار زمین قرار بده قادر خواهد بود کلاهک اتمی رو هم با خودش حمل بکنه به مدار زمین و متاسفانه به خاطر این هست که نگرانی هایی در غرب به خصوص در آمریکا به وجود اومده که این نوع آزمایشات ماهواره‌ای نه فقط به خاطر گذاشتن ماهواره در مداره، بلکه هدف اصلیش آزمایش تکنولوژی بهبود تکنولوژی موشک‌های بالستیکی است که قابلیت حمل کلاهک اتمی داشته باشه. آیا اونطور که آمریکا میگه این آزمایش‌ها نقض قطعنامه‌های سازمان ملل؟ سازمان ملل قطعنامه 2231 از ایران خواسته که به آزمایش تمام موشک‌های بالستیکی قابلیت حمل کلاهک اتمی را داشته باشن خاتمه بده. این موشکی که امروز پرتاب شد آیا قابلیت حمل کلاهک اتمی رو داره؟ مسلماً اگه بتونه ماهواره به مدار زمین ببره قابلیت کلاهک اتمی رو هم داره. به این معنی بله، به نقض اون قرارداد هست. متشکرم از شما نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. پارلمان بریتانیا امروز عصر طرح برگزیت را به رأی می‌گذارد. پرتاب ماهواره ایرانی پیام در مرحله سوم به دلیل سرعت ناکافی شکست خورد. در ادامه برنامه، چطور بدون بال و در باشگاه پرواز کنید؟ طالبان مسئولیت حمله دیروز در کابل را به عهده گرفته. این حمله منطقه‌ای را هدف گرفته بود که افراد خارجی در آنجا رفت و آمد داشتند. 4 نفر در این حمله کشته شدند. وزارت بهداشت افغانستان میگوید شمار زخمی ها به دست کم 113 نفر رسیده. روین رهنوش از کابل گزارش میدهد. گوشه از ویرانی انفجار شب گذشته در پایتخت. به سختی میتوان خانه ای را در این حوالی پیدا کرد که آسیب ندیده باشد. ساکنین محل میگویند بار سوم است که با وضعیت مشابه مواجه میشوند. ای یکی از خانه هایی است که هرچند حدود 1 کیلومتر از محل انفجار دور بوده، اما شدت انفجار به حدی بوده که تمام در و پنجره های این خانه فرو ریخته و صاحب خانه میگه که زمانی که انفجار رخ داده دخترش در اینجا خواب بوده و زخمی شده که میشه لکه خونه روی برخی از پاره های چوب که اینجا افتیده دید.
مادرم آفتی تاوگار شد گفت الک سرور بچه ما خوردم. ما یک ورداشتم در دالیز آوردم دخترم گفت الک ما خوردم. او را که ورداشتم بچگکم. نان میخوردم که انتجار شد. دو نفر زخمی شد. چیشا شکشت. خود ما اینه پایی نداریم. در این حالت. در این بپایی. ما از کجا کنیم که موشیشه را بخریم. فهرست زخمی های حمله شب گذشته. بیش از 70 زخمی تنها به این بیمارستان منتقل شدند. حمله با زخمی های نسبتاً زیاد. ما ورسره خبره که او هغه دیره تا جاری. مادرم با من تماس گرفت. وقتی با او صحبت کردم بسیار گریه کرد. گفتم در بیمارستانم. دوباره به خانه برمیگردم. هنوز منتظرم است. زیاد بودن شمار زخمی ها مسئولین این بیمارستان را واداشت تا وضعیت فوق العاده اعلام کنند و تمام کارمندان خود را فرا بخوانند. این حمله با استفاده از یک کامیون بمب‌گذاری شده در حوزه نهم شهر کابل انجام شد. هدف یک مهمانخانه خارجی ها بود. قربانیان آن اما داخلی. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. یک عضو ارشد گروه طالبان که شنبه این هفته از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده بود، آزاد شده. پیش از این منابع آگاه به بی بی سی گفته بودند که بازداشت حافظ محب‌الله با هدف فشار آوردن بر طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان صورت گرفته. مقام‌های پاکستان درباره هیچ یک از این خبرها واکنشی نشان ندادند. بازداشت این مقام ارشد طالبان در حالی انجام می‌شود که قرار است زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان به زودی به پاکستان برود. علی حسینی خبرنگار ما از کابل به ما پیوسته. علی، اگر اونطوری که میگن برای به دلیل فشار اعمال فشار به طالبان بوده این بازداشت، پس چرا آزاد شده؟ اینطوری گفته شده بود بعد از اینکه شنبه و بعضی هم تازه میگن که جمعه گذشته این عضو ارشد طالبان از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده بود. گویا جلسه بوده بین مقامهای پاکستانی و همچنین طالبان که به گومگو کشیده شده و بعد از آن نیروهای امنیتی پاکستان به خانه های حمله کردند و ملا محب الله را دستگیر کردند. یک عضو گروه طالبان به بی بی سی گفته که بعد از این دستگیری رهبر طالبان ملا هیبت الله پیام هایی به اعضای این گروه فرستاده که مراقب باشند. اگر این گفته ها درست باشد به نظر مثل چرخش نسبی در سیاست پاکستان در رابطه با طالبان ایجاد شده که فعلا نمیشه با قاطعیت آن را تایید کرد. پیش از این هم پاکستان فشارهایی را بر گروه طالبان برای مذاکرات با دولت افغانستان داشته. به طور مثال حدود 4 سال پیش در گفتگوهای مری که در پاکستان صورت گرفته بوده، برخی منابع میگن که پاکستانی ها به گروه طالبان فشار وارد کرده بوده که حداقل بشینه و با نمایندگان دولت افغانستان گفتگو کند. فعلا ما تا این اندازه میدانیم. در حالی هست که ایالات متحده آمریکا هم فشارهای خود را بر پاکستان بیشتر کرده و این گروه را تشویق میکنه، این پاکستان را تشویق میکنه تا گروه طالبان را به پای مذاکرات گفتگو با مذاکرات و گفتگو با دولت افغانستان بکشانه. اما فعلا مشخص نیست که تا چه اندازه گروه طالبان راضی هستند که به پای میز مذاکرات با دولت افغانستان بشینند، موضوعی که تاکنون بارها رد کرده و برخی از کارشناسا هم به این باور هستند که اگر این فشارها بیش از حد باشه امکان داره که گروه طالبان از مذاکراتی که سه چهار ماه گذشته آغاز شده با نمایندگان دولت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای دیگر از مذاکرات پای خود را عقب بکشند. متشکرم علی حسینی خبرنگار ما از کابل. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته به پیشنهاد دونالد ترامپ برای ایجاد یک منطقه امن در سوریه در امتداد مرز این کشور با ترکیه پاسخ مثبت داده. ترکیه این منطقه امن را که بیش از 30 کیلومتر طول دارد در منطقه تحت کنترل نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا ایجاد می‌کند. آقای اردوغان گفته توییت رئیس جمهوری آمریکا که تهدید کرده اگر ترکیه به نیروهای کرد حمله کند اقتصاد این کشور را ویران می‌کند او را ناراحت کرده. ایرم کوکر همکارم از بخش ترکیه بی بی سی اینجا در استودیو با ماست. ایرم، چه جزئیات بیشتری راجع به این منطقه حائل و گفته های آقای اردوغان میدونیم؟ We don't know. We don't have...
جزئیات خیلی زیادی راجع به این منطقه نداریم، اما چیزی که پرزیدنت اردوغان گفت یک منطقه 30 کیلومتری در سمت سوریه مرز خواهد بود، اما نمیدونیم که از شرق به غرب دقیقاً کجا شروع خواهد شد، کجا به پایان خواهد رسید، آیا به شرق منطقه شرق رودخانه فرات هم گسترش خواهد یافت. اون منطقه است که خب ترکیه میخواد که کردها درش محدود بشن یا اینکه نه. این یکی از سوالهای کلیدی است. اردوغان گفتش که حدوداً 20 مایل که تقریبا میشه 30 کیلومتر چیزی که ترامپ خواسته بود. اون چیزی که در این لحظه میدونیم، نمیدونیم که در واقع چطور اعمال خواهد شد، اجرا خواهد شد، اما یک نکته مهمی که پرزیدنت اردوغان امروز گفت این بود که در این باره بحث خواهد کرد و جزئیات بیشترش رو با پرزیدنت پوتین که چهارشنبه آینده باش ملاقات میکنه در میون میگذاره و اون وقت خب پروسه آستانا هم هست که ایران هم در اون دخیل هست برای اینکه یک منطقه امنی ایجاد بشه. و اردوغان گفتش که یک اجلاس سه جانبه دیگری به همراه رئیس جمهور ایران روحانی و رهبر روسیه هم برگزار خواهد شد. استقبال آقای اردوغان از پیشنهاد ایجاد یک منطقه امن آیا تغییر موضع محسوب میشه؟ پاسخ هم بله و هم نه، بسته به این داره که به چجوری به قضیه نگاه کنیم. پیشتر او گفته بود که به تعویق خواهد افتاد عملیات ترکیه فراتر از مرز سوریه در قبال کردها بعد از اینکه آقای ترامپ اون صحبت رو کرده بود، بنابراین این چیز جدیدی نیست، بنابراین حرف او هم عقب نشینی محسوب نمیشه. اما از طرف دیگه گفت که منطقه امن رو قبول میکنه، در این یکی دو سال اخیر درباره منطقه امن صحبت شده بود از زمان رئیس جمهور سابق اوباما. ترکیه میخواد این رو، اما هنوز نمیدونیم که ترکیه آیا نیروهای بیشتری رو خواهد فرستاد به داخل سوریه یا اینکه تصمیم خواهد گرفت که این منطقه امن رو ایجاد کنه با حمایت ترکیه از ارتش آزاد سوریه. بنابراین سوال کلیدی الان اینه. متشکرم ایرم کوکر از بخش ترکیه بی بی سی جهانی. گیاهان برای اولین بار در کره ماه جوانه زدند. آژانس فضایی چین میگوید که تخم‌های پنبه که اوایل سال جاری که به سمت نیمه تاریک ماه برده شدند رشد کردند. این گیاهان داخل یک ظرف مهر و موم شده قرار دارند. گیاهان در ایستگاه بین‌المللی فضایی رشد کردند، اما پرورش گیاه در ماه میتواند یک قدم مهم در زمینه مأموریت‌های طولانی مدت انسان در فضا باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تعطیلی دولت و کمبود کارکنان خدماتی در کاخ سفید از مهمانانش با غذای فست فود یا آماده پذیرایی کرد. به دلیل اختلاف نظر آقای ترامپ با کنگره سر کمک مالی برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک، دولت به حال نیمه تعطیل درآمده و بعضی از کارکنان کاخ سفید در خانه‌هایشان به سر می‌برند. آقای ترامپ از برندگان مسابقات قهرمانی فوتبال با بیش از 300 همبرگر و پیتزا پذیرایی کرد. او گفته هزینه این پذیرایی را از جیب خودش داده. خیلی ها دیده ایم که کودکان چقدر از نشستن روی گهواره‌های فنری لذت می‌برند. حالا نوعی از این وسیله برای بزرگسالان ساخته شده. ایده اون رو یک ورزشکار پرش با تناب یا بانجی جامپینگ ارائه کرده که حالا اون رو بانجی فیتنس میخونه. مایکل بوشل گزارش میده. پرواز در سال 2019 برای پیشتازان پرواز البته با تناب. از تنابهای بانجی آویزان میشن و البته فیت هم میشن. احساس رهایی میده مثل یک بچه. من در سنین کهنسالی ام، اما خودم رو یه بار دیگه 5 ساله حس میکنم. برای کسانی که از خود پرش بانجی میترسن، این فرصتی است که پرواز، پرش و شیرجه رو تجربه کنن، اون هم توی محیط امن باشگاه. این نوعی ورزشه، اما ابدا مثل تمرین های سنگین به نظر نمیاد. واقعا جالب و مفرحه. داستان را یک ورزشکار بانجی جامپینگ آمریکایی شروع کرد. او تصمیم گرفت تجربیات پرش ها و پروازهاش رو به این ورزش پیوند بزنه و این نوع ورزش رو ارائه بده، کاری که گروه های سنی مختلف از اون استقبال کردند.
doing everything like if you were doing a Zumba class. So you'd be running. کارهای انجام میدیم مشابه کلاس‌های رقص زومبا. جلو عقب میدوین. شرکت کننده ها رو خیلی درگیر خودش میکنه. خیلی آدما میان اینجا که بدنشون زیاد نرم نیست. این برای مفاصل عالیه. بالا و پایین پریدن با یه دست. این حرکت تخصصی توه. چرخیدن رو دوست دارم. آدم یه ضرب میچرخه. آدم سر و ته میشه. مثل خفاش میمونه. دوست دارم همش به چرخم. مثل پرنده ها میشم. Before I could release my قبل اینکه خفاش درونم رو آزاد کنم یه سری تمرین های مقدماتی رو یاد گرفتم و انجام دادم. چون آدم نمیخواد قبل از اینکه راه رفتن رو یاد بگیره پرواز کنه. You can walk. Nice. Well done. Yes. Drop your hips. Good. Oh, nice. Good. I'm trying to keep up with my feet. It's like walking on the moon. Complete weightlessness. مثل این میمونه که آدم روی کره ماه را میره در بی‌وزنی. یه مقدار طول میکشه تا آدم خودش رو با این حرکت‌ها و کلاس تطبیق بده، ولی خب خیلی هم راحت نیست. یاد گرفتن همراه موندن با کلاس و جمع بودن حواس درباره رسیدن به نقطه‌ای که سر آدم ممکنه گیج بره و حس فضا و مکان رو از دست بده. چقدر هیجان انگیز به نظر میرسه. دقیقه پیش در استادیوم آل مکتوم نشست خبری تیم‌های ایران و عراق قبل مسابقه حساس فردای اونها در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا برگزار شد. هر دو تیم ایران و عراق به مرحله بعدی راه پیدا کردند و حالا برای سرگروهی می‌جنگند. پوریا جعفر خبرنگار ما از دبی با ماست. پوریا، موفق شدی در نشست خبری شرکت کنی؟ چی گفته شد؟ بله، خیلی نشست خبری غیر عادی بود. اول از همه به خاطر اینکه چمن این ورزشگاهی که پشت سر من میبینید خرابه و یعنی که آمادگی اینو نداره که دوتا تیم ایران و عراق امروز برن روش تمرین بکنن، با استادیوم آماده بشن. بنابراین هر دوتا تیم تصمیم گرفتن که یک جای دیگه ای تمرین بکنن و برای همین دوتا نشست خبری مربی عراق کاتانش و مربی ایران کارلوس کیروش پشت سر هم دیگه برگزار شد و میتونم بگم که یکی از جذاب ترین نشست‌های خبری بود. از سوالایی که جواباشو مربیا میخندیدن و هیچی نداشتن که بگن و سوال عجیب غریب دیگه‌ای که مطرح میشد بگیریم تا حرفای کارلوس کیروش که در مورد یک خبرنگار عراقی در مورد منتقدین او تو ایران پرسید. گفت اینا آدمایی هستن که مجانی دارن برای من کار میکنن به خاطر اینکه دارن همینطور خبرای منو به گوش همه میرسونن و هر روز منو معروفتر میکنن، بنابراین ازشون تشکر میکنم. و بعد یکی از خبرنگارای ایرانی هم از مربی عراق که ملیتش اهل اسلوونی هستش، مثل اینکه در دوران قدیم وقتی که یوگوسلاوی وجود داشت ارتباطی داشته با برانکو ایوانکوویچ مربی پرسپولیس، پرسیدن که آیا برانکو اطلاعاتی از تیم ایران به تو داده و خب اونم رد کرد این مسئله رو. برگشت گفت اون چیزایی که در روزنامه‌های ایران می‌خورید رو باور نکنید، اصلا هر چیزی که تا به حال راجع به این بازی از من شنیدید رو باور نکنید. و جالب اینجاست که میگفت براش فرقی هم نمی‌کنه که چه نتیجه‌ای رو بگیره جلوی تیم ایران، به خاطر اینکه می‌خواد بره به مرحله بعدی و اونجا هم واسه تفاوتی نداره که با عربستان روبرو بشه، با قطر روبرو بشه، شاید هم با لبنان روبرو بشه. برای ایران البته یه مقدار مسئله بیشتر فرق می‌کنه. درسته که هر دو تا تیم از گروه بالا رفتن و کیروش هم گفتش که این مسابقه‌ای هست تو دنیا که برندش تماشاگرها خواهند بود، چه کسانی که داخل استادیومن، چه کسایی که فردا از طریق تلویزیون بازی رو نگاه می‌کنن، چون مطمئناً یک بازی قشنگ و پرگل رو خواهند دید. اما فراموش نکنیم که ایران و عراق مثل موش و گربه میمونند. بازی کلاسیک غرب آسیاست و 23 سال پیش تو همین استادیوم ایران 2-1 شکست خورده. دور قبلی جام ملت‌ها هم ایران توسط عراق از دور مسابقات کنار رفته. ریلکس هستن، کسی استرس نداره چون رفتن بالا، ولی بازی حیثیتیه و احتمالاً همونطور که مربیا هر دو تاشون گل دادن خیلی جالب خواهد. متشکرم، امیدوارم که نتیجه متفاوتی به دست بیاره تیم ایران فردا. ممنون از تو پوریا.
دیروز سرانجام پس از گذشت 3 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان نتایج اولیه انتخابات اعلام شد. بر اساس نتایج که هنوز باید به بررسی و تایید کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برسه، بیش از 60% کسانی که انتخاب شدند چهره‌های جدید هستند. در برنامه امروز هشتگ شما می‌پرسیم، فکر می‌کنید چرا روند شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات در افغانستان اینقدر زمان بره؟